بیننده های عزیز و گرامی، در این بخش برنامه عصر عریوا جناب استاد عبدالقدوس حمیدی مهمان برنامه عصر عریوا هستند و میخواییم درباره اهمیت کار تربیتی و فرهنگی در بهبود اوضاع درسی متعلمین صحبت های جناب استاد با خود داشته باشیم. بیننده باشین و مخصوصا دانش آموزان عزیز و گرامی، و همچنان بخشی هم برمیگرده با والدین عزیز و گرامی. نیاز است که دقت و توجه روی این موضوع و بیشتر داشته باشین تا که یک آینده بسیار خوب برای خود رقم بزنیم. سلام، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر. و علیکم سلام، زنده و سلامت باشیم. من عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و بیننده عزیز شما. سپاسگزاریم. جناب استاد، بحث بسیار مهم و ارزشمند، موضوعی که شاید خیلی کمتر دقت و توجه شده باشه در بخش متعلمین یا هم دانش آموزان عزیز، بحث کارهای فرهنگی، فکر میکنین چقدر اهمیت داره در بهبود اوضاع درسی متعلمین؟ خیلی بینیم، تشکر. ما در معارف افغانستان با نام تعلیم و تربیت خیلی آشناییم، معمولا همیشه گفته میشه یک نام دیگه از معارف تعلیم و تربیت. تعلیم امو علم و دانش، و تربیت امو پروسه و روشه که داخل از او بچه ها یاد میگیرن که چگونه تعامل با جامعه داشته باشن. تعلیم و تربیت که هست لازم و ملزوم یک دیگره، که متاسفانه در معارف افغانستان و در جامعه معارف که هست به بخش علمی توجه شده و در بخش علم و نصاب تعلیمی وجود داره و برنامه‌های تعلیمی که ما معمولا پیگیری میشه، اما در قسمت تربیت متاسفانه توجه چندان نشده و روشمند نیه و قواعد داشته باشه و داخل از رو بخش تربیت هم کار بشه، رو تربیت و برنامه‌های فرهنگی. تعلیم و تربیت که از هر دو تا لازم و ملزوم یک دیگره. اگر ما علم نباشه که درک درست از جهان شاگرد ما پیدا کرده نمیتونه، و اگر تربیت داخل از اون نباشه و تعامل درستی با جهان و محیط پیرامون و خونه میتونه داشته باشه شاگرد. و از یک جهت دیگه هم تعلیم و تربیه، بخش تربیتی و فرهنگی که میشه، بله، قسمت از اینا، اینا دو پال بال پرواز ترقی و پیشرفت یک جامعه به مسیر پیشرفت مادی و معنویه. اگر به این قسمت به علم توجه بشه و به تربیت توجه نشه، از لحاظ معنوی، از لحاظ تعاملات متعلمین و جامعه و مشکل برمیخوره. یک نکته هم هست که تربیت چی هست، چون مهمه به این نکته اشاره بشه. تربیت که هست یک پروسه دواندار و پیگیری که ما در از او کوشش میکنیم که یک شاگرد اگر خوبه، شاگرد مثبت، بچه با ادب، تعامل خوب و نیک داره با محیط خود، خوب چه کار بکنیم که وقتی داخل محیط تعلیمی میایه او خصلت خراب نشه، او عادات خوب از او خراب نشه، بلکه به همین حالت بالایی که هست همیشه بمونه. یعنی ما همیشه مو توجه داشته باشین به او رسیدگی بشه که حالت تربیتی از او همیشه حفظ بشه، حالتی که وجود داره. و برای شاگردایی که بعضی وقتا مشکلات دارن، مشکلات تربیتی بالاخره داخل محیط فامیل یا یک مشکل ایجاد میشه، یا داخل جامعه یک تربیت نادرست میشه، در محیط تعلیمی که وارد میشه چه کار بکنن که او بچه همین مشکل تربیتی از او حل بشه و بیایم ریشه یابی بکنیم و اون مشکل از او حل بکنیم. کار تربیت کسی یک کار سختی هم هست، پیچیده هم هست، چون تعامل با انسانه و انسان هم کس موجود پیچیده و ناشناخته‌ایه. ما خواسته باشیم او تحت تأثیر اگه قرار بدیم، مگر روان از او بشناسیم، عواطف و احساسات او بشناسیم، و به این قسمت باید سر از او کار بشه تا بتونیم یک تأثیر مثبت رو شاگرد و متعلم خود بگذاریم و یک آلت منفی که داخل از او وجود از او هست او رو از بین ببریم و کم بکنیم. از یک جهت دیگه هم محیط های تعلیمی نقش مهمه در قسمت تربیت اولاد وطن داره، از این جهت که یک قسمت عمده از عمر خوری متعلمین و قسمت اساسی عمر خور متعلمین در مکتب ترم میکنه، در محیط تعلیمی ترم میکنه، از صنف از آمادگی صنف اول تا صنف 12 که معمولا به مکاتب هستن، یک قسمت از عمر اینا، یک قسمت به خانه، یعنی یک قسمت شب و خواب و اینا، یک قسمت دیگه و از صبح که میاد معمولا از صبح تا ظهر، این در محیط تعلیمی. محیط تعلیمی باید تاثیرگذار باشه، حالت خونسار نداشته باشه، حالت نباشه که شاگرد اگر خرابه یا یک مشکل تربیتی داره همون مشکل همیشه بمونه، همین 12 ساله که خدای اینا به مو حالت باشه.
و یا اگر شاگرد صفت خوبی داره، همون صفت خوب را از بیرون آورده با همون حالت حفظ بشه، این به این ترتیب نباشه بلکه تاثیر بگذاره، او شاگردی که خوب خوبتر بشه، او شاگردی که یک مشکل تربیتی داره او حل بشه. کار فرنگی هم هست، کار فرنگی بیشتر نقش از در بیبود و حضور درسی از این جهته که ما استعداد شاگردان در حضور شناسایی میکنیم در برنامه متنوع فرنگی که برگزار میشه، و اگر یک شاگرد استعداد پنهانه او استعداد رو پیدا میکنیم و رشد میدیم، و برای انگیزه دادن شاگردان نقش مهم داره. و یک قسمت دیگه هم که معمولا برنامه فرنگی مهمه اینه که در تنوع ایجاد میشه. شاگرد معمولا از صبح که میاد تا ظهر یا از ظهر میاد تا عصر اکثر مصروف درس خوندن و صنف، و استادم کنترل داره رو صنف چون نیاز به نظم داره، نیاز به اینه که درس ارائه بشه و پیش بره، کمتر به تنوع دیده میشه داخل محیط درسی. بازی برنامه های فرنگی اونا رو انگیزه میده، اونا رویه بیشتر میده که انگیزه داشته باشم و تلاش خود بیشتر بکنم. بله دقیقا، نکات خیلی خوب اشاره کردیم. اما سوال شاید برای دوستا خلق باشه، حالا در این موقع سال تعلیمی که بالاخره رو به پایان هست، چرا ما باید به این نکات توجه بکنیم و اصلا چرا باید صحبت و تمرکز بشه؟ از دو جهت مهمه که ما در این فرصت سال روی از این موضوع بحث بکنیم. از یک جهتی که اگر مسئولین معارف، اگر مدیران مکاتب و مدیرها و استاد معلم‌ها و والدین شاگردا کارهای توجه به کارهای تربیتی و فرهنگی نداشتن، خوبه که توجه خود بیشتر بکنن، چون اهمیت اینجا ذکر شده و نیازه که شاگرد کار تربیتی هم رو از او بشه و کار فرهنگی هم رو از او انجام بشه. اما اگر داشتن بیایم ارزیابی بکنم که چگونه بوده کار تربیتی فرهنگی، اینو تأثیر داشته، آثار و اثر بگذاشته رو شاگردا، ایر بیان بسنجن، اهمیت بدن به این نکته و برای مراحل بعدی آمادگی بگیرن. و از یک جهت دیگه هم فرصت زمستانه، ایام زمستانه، و این خوبه که به این فرصت ها مسئولین معارف به این نکته توجه بکنن و طرح‌ها و ایده های بسنجن، همون رقمی که بخش تدریسی روشمنده، بخش فرهنگی و تربیتی هم روشمند بشه و مسئولین در قسمت داشته باشند و پیگیر کارهای تربیتی فرهنگی باشند. همچنین والدین گرامی، چون معمولا از یک سالگی تا هفت سالگی به محیط خانواده معمولا و نقش مهمی هم در تربیت شاگرد دارن، خوبه که به این نکته توجه بکنن روی کارهای تربیتی و روی بعض برنامه‌های تنوع فرهنگی اهمیت بدن. خیلی اونا مصروف موبایل و چیزایی که مضر اونا رو نگذارن به مصروف باشه، و اگر به چای اینا به مکتب هم فعلا رخصت هست بعد از یک تفریح که یک دو در روزه 15 روزه، باز توجه بکنم به این نکته ها، روی کارهای تربیتی بیایم ارزیابی داشته باشم، روی کارهای فرهنگی ارزیابی داشته باشم، توجه بکنم. و مسئولین مکاتب و مدیرها و سر معلم‌ها و اساتید، اساتید خیلی مهمه، چون معمولا وقتی در صنف یک مشکل تربیتی رو استاد میبینه، اگر در امو شروع به فکر حل از اون مشکل تربیتی نباشه و اون مشکل رو حل نکنه، ممکنه مشکلات بیشتر بیشتر بشه، بیشتر بیشتر بشه و به جای برسه که باز حل و برای استاد و برای مدیر و اینا سخت باشه. خوبه که به همین ایام زمستان همه به فکر بکنن، همه توجه بکنن، اهمیت بدن، چون این نسل آینده و این کسایی که سبا روز اینا داخل جامعه میشه، اگر اینا لحاظ علمی خوب باشن، از لحاظ تربیت درست نباشن، که متاسفانه ما میبینیم دیده بشده در گذشته و حال فعلا هم بعضی میبینیم که یک انسان دانش آموخته، دانش داره ولی در تعامل و تربیت میبینیم مشکل داره و راحت میتونه یک ظلم به روی یک شخص دیگه بکنه، از حد گذری داشته باشه. اینه که بخش تربیت کمتر توجه شده، همه توجه داشته باشن، اهمیت بدن و روی از این موضوعات کار بکنه. بله، و اگر خب باز هم یک نمونه ای از این کارهای تربیتی و فرهنگی نام ببریم، چون که دوستا بیشتر آشنا باشن، چون ما از ابتدا درباره اهمیت این کارها و ای که چرا ما در این موقع سال صحبت میکنیم صحبت شده، ما به خاطر دقت بیشتر نمونه ای از این کارها رو هم بگین خیلی خوب میشه. نمونه از این کارها رو معمولا در محیط تعلیمی و در مکاتب میتونیم با نشست های فردی که مسئول تربیت فرهنگی یا مدیر و سر معلم داره، یک از کارهای تربیتی مهم و اساسیه
معمولا شاگرد وقتی یک مشکل به او دیده میشه خوبه که او را اول نگذارن که پخش بشه و داخل صنف و محیط تعلیمی پخش بشه، او را به شکل خیلی دقیق و سنجیده او بشونن و او مشکل از ابتدا حل بکنن. و جلسات تربیت فرنگی هم خوبه که داشته باشه بین همصنفی ها، روی یک موضوعی استاد بیای موضوع مطرح بکنه و شاگرد رو از او صحبت بکنه و اون روز زمان باز تاثیر همین صحبت ها پیگیری بکنه که چقدر رو همین شاگرد تاثیر داشته، آیا در قسمت نماز صحبت شده نماز رو تاثیر کرده، اگر رو مطالعه بس شده مطالعه از او تاثیر کرده یا نه. و یک جلساتی هم خود والدین با شاگرد با اولاد خود داشته باشن در خونه، هر چند وقت بشینن هر هفته یک بار و بیان رو موضوعات مختلف صحبت بکنم، رو همون مشکلاتی که بچه های نداره به شکل یک موضوع بس بشه و او حل بکنن. و یک نکته مهمی هم که از مکاتب توجه داشته باشه اینه که جلسات با والدین داشته باشه به شکل فردی، بیای پرسان بکنه که این بچه شما چی خصوصیات داره، چی ویژگی ها داره و هیت یک عیبی پیدا کرده، یه عیب از کجای، علت از کجای و به حل از او کار بکنه. این در کارهای تربیتی معمولا این برنامه مهمه. در کارهای فرهنگی که برنامه زیاده، طرحها زیاده، ایده ها زیاده، میشه صفحه صبحگاهی داشته باشن، میشه مسابقات علمی داشته باشن، مسابقات ورزشی داشته باشن، مسابقات مقاله نویسی داشته باشن، نویسندگی داشته باشن که رو از او کار بشه، رو سرود و نعت اگر دارم، رو فن بیان اگر دارم رو از اونا کار بشن، تئاتر رو نمایش داشته باشن، مسابقات بین معارف اولمپیادا شرکت بکنن، مسابقات علمی، ریاضی، فیزیک، کیمیا داخل از این مسابقات شرکت بکنن. انواع برنامه فرهنگی میتونه معارف داشته باشه، میتونه مکاتب داشته باشه که رو از او کار بشه، رو از او برنامه ریزی بشه، جرا بشه که بتونه اون شاگرد ها استعداد داخل همونه نمایش بدن و رشد داشته باشن و ترقی داشته باشن. دقیقا نمونه های از فرهنگی. نکته خیلی خوبی در اخیر اشاره کردین. من باور دارم که بدون شک ما استعدادهای بسیار نابی داریم در بین همین متعلمین، در بین همین دانش آموزان عزیز که اگر اندک بیشتر دقت بشه، توجه بشه، زحمت کشیده بشه و خود از اونم تحرکی داشته باشن، از این استعدادهایی از اونها استفاده بشه، مطمئنن خیلی کارهای خلاقانه میتونن انجام بدم، چون ذهن از اونها در سینه که قرار دارن بازه و با یک دید وسیع نگاه میکنن به اطراف خود. خوشحال شدیم از حضور شما جناب استاد در برنامه امروز استرالیوا. به عنوان آخرین سوال، یک جنبندی از موضوع و پیام و صحبت هم اگر داشته باشین از شما میشنویم. خیلی بینیم، تشکر، زنده و سلامت باشیم. بیشتر رو کار اهمیت کار تربیتی فرنگی ما انشالات داشتیم که چقدر اینا مهمه برای پیشرفت کشور ما و یکی چگونه میتونیم این برنامه تربیتی فرنگی داشته باشیم، نمونه های از این بحث باشد و یکی طریق قسمت سال چقدر مهمه که ما این برنامه رو داشته باشیم. این موضوعات بود که اشاره شد. خیلی بینیم صحبت ندارم، جزاکم الله خیر. بخیر باشه. جناب استاد عبدالقدوس حمیدی، آموزگار و درباره اهمیت کار تربیتی و فرهنگی در بهبود اوضاع درسی متعلمین صحبت‌هایشان را شنیدیم و امیدوارم شما والدین عزیز و گرامی و دانش آموزانی که برنامه را تماشا کردین مستفید از این صحبت‌ها و پیام‌ها شده باشین. در ادامه برنامه امروز توجه شما خوبان را همچنان خواهانیم.